در خلال افزایش تلفات فلسطینی‌ها بر اثر حملات هوایی اسرائیل در غزه که وزارت صحت حماس می‌گوید از مرز 7000 تن فرار رفته است، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این باره اظهار نظر کرد. من نمی‌دانم که فلسطینی‌ها حقیقت را در مورد تعداد کشته شدگان می‌گویند. من مطمئن هستم که بی‌گناهان کشته شده‌اند و این بهای راه‌اندازی جنگ است. این بیانیه خشم عرب‌ها، مسلمانان و سایر آمریکاییان را برانگیخت که قبلاً به نحوه برخورد بایدن در جنگ غزه اعتراض داشتند. این کاملاً تکان دهنده و غیر انسانی است. اگر تنها 1000 کودک فلسطینی بمیرند، رئیس جمهور احساس بهتری خواهد داشت؟ مترقی‌خواهان آمریکا هم عصبانی هستند. 9 تن از اعضای کانگرس، اکثراً از جناح مترقی‌خواه حزب دموکرات بایدن، با قطعنامه حمایت از اسرائیل به محکومیت حماس رأی منفی دادند، زیرا این قطعنامه برای از دست دادن جان فلسطینی‌ها سوگوار نبود و نه هم حاوی راه حل دو کشور بود. نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها بیشتر با اسرائیلی‌ها همدردی می‌کنند تا با فلسطینی‌ها. اما در این مورد در بین جوانان آمریکایی تفاوت دیدگاه وجود دارد. اینکه یهودیان آمریکایی گروه بسیار مهمی از نظر آرا و همچنان کمک به حزب دموکرات اند، تقریبا تمجید همگانی از رئیس جمهور بایدن و نحوه برخورد او با این موضوع موجود بوده است. اما جمهوری خواهان کانگرس به طور فزاینده نسبت به تعداد بایدن برای تأمین مالی جنگ‌های خارجی تردید دارند. از جمله مایک جانسون، رئیس تازه مجلس نمایندگان، که با اسرائیل همدل است اما مخالف ارسال پول بیشتر با اوکراین بدون قید و شرط است. اولین لایحه‌ای که قرار است برای مدت دیگر به این مجلس بیاورم در حمایت از دوست عزیز و عزیزمان اسرائیل خواهد بود و ما در این عقب افتاده ایم. پس از حمله حماس بر اسرائیل، سهم رای دهندگانی که مدیریت بایدن با این موضوع را تایید می‌کنند 9% افزایش یافته است. اینکه جنگ در غزه چگونه بر انتخاب مجدد بایدن در سال 2024 تأثیر خواهد گذاشت به این بستگی دارد که آیا میتوان درگیری را مهار کرد یا خیر. تبادل آتش توپخانه و راکت بین اسرائیل و حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است تشدید شده است. اگر ما مستقیما درگیر این جنگ های همیشگی شویم، بله، بایدن آسیب خواهد دید. اما تا زمانی که نیروهای آمریکایی را از خط آتش دور نگه می دارد، فکر نمی کنم که تا این حد بحث برانگیز باشد و من فکر نمی کنم که این عامل مهمی در آرای مردم باشد. آقای سباتو عامل یک کلیدی دیگری را نیز اضافه کرد و آن این که آیا میتوان مرگ فلسطینی ها را به حداقل رساند و کمک های بشر دوستانه را ارائه کرد یا خیر. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.